تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: فأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم اجعلنا من الشاهدين والشاكرين. حضور همه شما بینندگان و شنوندگان شبکه جهانی رادیو تلویزیون نورین، سلیمانا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا را سپاسگزار هستم که بار دیگر در خدمت شما سروران و عزیزان قرار گرفتم. خدا کند که روزهای خوبی از عشق و صمیمیت و صفا و زیبایی را توأم و یک جا با روزه ماه مبارک رمضان پشت سر گذشتانده باشید. عزیزان نهایت دوست داشتنی، باز هم میگردیم به ادامه داستانی که وعده کرده بودیم، از داستان حضرت یوسف علی نبینا و علیه الصلوات و تسلیمات. تا به اینجا رسانیده بودیم که ملاقات اول از برادران یوسف علیه السلام با یوسف علیه السلام صورت گرفت و یوسف علیه السلام از اونها پذیرایی و نوازش کرد. اونها هیچ نمیشناختن که این یوسف است. برایشان گفت بار دیگر برادر کوچکتان را هم همراه خود بیاورید، اگر نیاوردید خلاص. اینها گفتن خوب، ما با پدرش صحبت میکنیم، از پدر اجازه میگیریم و او را با خود میاریم. الله جل جلاله این صحنه را در قرآن کریم بیان میکنه، گفتگوی یعقوب با فرزندانش. فلما رجعوا الى ابيهم، زمانی که ایشان برگشتن آمدن به نزد پدرشان، قال یا ابانا، گفتن ای پدر، منع من الکیل، از ما کیل منع شد. یعنی یک بار اشتر اگر برادر ما با ما بود، یک بار اشتر دیگر گندم به ما داده میشد، اما از ما منع من الکیل، حالا منع شد. و ارسل معنا اخانا، ای بار دیگه که میریم برادر ما امرای ما بفرست، نکتل تا که کیل ما پوره بگیریم و اینا له لحافظون، و ما البته از او حفاظت میکنیم بدون شک دارد. یعقوب علیه السلام در جوابشان گفت قال هل آمنکم علیه کما امنتکم علی اخیه من قبل فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. گفت آیا با شما باور بکنم، اطمینان بکنم، مثل که قبلا به شما باور کردم، اعتماد کردم، اطمینان کردم در رابطه با برادرش یوسف علیه السلام، اما شما چی کردید؟ یوسف علیه السلام تا به امروز حسابش معلوم نیست، شما چی کردید؟
بهترین و قویترین نگهبان الله جل جلاله است. من خدا و همه امور خدا و او محول میکنم. خیر حافظ و بهترین نگهدارنده است و هو ارحم الراحمین و او بهترین رحم کننده ترین رحم کنندگان است. زمانی که بارهای خدا کشیدن، بارهای خدا باز کردن، امو پل و ثروتی که قبض خود برده بودن به خاطر دریافت گندم، دیروز گفته بودیم که به کارگزاران خود دستور داده بود که پول و سرمایه اینها را پس در بارشان برگردانید، یعنی در بارشان بگذارید تا او را باز کنند ببینند که پولشان پس آمده. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعته، زمانی که بار خود باز کردن امو سرمایه خود را یافتن، چیزی که با خود برده بودن. ردت الیهم، که به ایشان برگردیده بود، برگردانیده شده بود. قالوا یا ابانا، گفتن ای پدر، ما نبغی، ما دیگه چی میخواهیم؟ هذه بضاعتنا، اینی سرمایه ها، پول و دارایی که قبلا بوریم. ردت الینا، به سوی ما برگردانده شده. و نمیر و اهلنا، به اهل ما دیگر گندم آوردیم، آذوقه آوردیم. و نحفظ و اخوانا، برادرمانم حفظ میکنیم. هدفشان از همه این مسائلی است که بار دیگه اجازه بوده و این مرتبه نیامی نبوبرند با خود. و نزداد و کیل فعیر، یک اشتربار دیگه ما اضافه میگیریم. ذالک کیل یسیر، و این پیمانه یک پیمانه آسان و بسیار ساده است، چون خودی عزیزی مصر وعده کرده و هیچ اشکال وجود نداره. یعقوب علیه السلام گفت لن ارسله معک، هرگز ما او را همراه شما روان نمی کنم. حتی توتونی موثقا من الله، تا که شما برای من یک تعهد و یک پیمان قوی و محکم از جانب خداوند جل جلاله نیاورید. لتأتوننی بهی الا ان یحاط بکم، پیمان مبنی بر ای باشه که حتما او را میبرید و با خود پس می آورید. الا ان یحاط بکم، مگر ای تو بلای بوده باشه، ای تو مصیبتی بوده باشه که او بلا از طاقت و توان و از عهده شما بالاتر بوده باشه، در اون صورت باز اعتراض وجود نداره و اشکال وجود نخواهد داشت، چون از عهده شما بالاتر است. اینی پیمان اگر میکنین و این تعهد اگر میتین، ما بنیامین با شما روان. ولما اتوه موثقهم، همه آمدن تعهد کردن بل، چون این بار براستی و واقعیت از روی راستی و صداقت، هم تعهدشان هم از صداقت بود، حرف و خبرشان هم از صداقت بود. اما یک ضرب المثل بسیار عامیانه و ساده است، میگه هر چیز که خام شوه پخته میشه، اما انسان که خام شوه ابدا دیگه پخته نمیشه. یک مرتبه که اعتبار و هویت انسان و دروغگویی در جامعه افشا شد، دیگر راستترین حرف انسان در جامعه دروغ است. هر کسی که راست بگوییم هم تو دروغگو آدم هستی، گپ تو قابل قبول نیست. ولی اینها هم اول چون به یعقوب علیه السلام دروغ گفتن، حالا دیگه حرف راست هم که میگن و قدر اعتماد سرشان است. اما بالاخره که اینها پیمان کردن و تعهد کردن و بعد گفتن که قال الله علی ما نقول و وکیل، یعقوب علیه السلام به چیزی که من میگم خداوند وکیل است. و قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد و ادخلوا من ابواب متفرقه، یک سفارش و نصیحت کرد یعقوب علیه السلام فرزندای خود، یا بنی ای فرزندای من، لا تدخلوا من باب واحد، از یک دروازه شهر شما داخل نشوید، و ادخلوا من ابواب متفرقه، از دروازه های مختلف شهر داخل. اما این چرا گفت؟ اغلب و اکثر روایات در تفسیر از حضرات مفسر، خصوصا یک تفسیر از امام مجاهد شاگرد ابن عباس رضی الله تعالی عنه، ای آمده است که به خاطر چشم زخم، چون اینها اولادهای یک پدر و مادر بودند،
همه با یک سکه و صورت، همه پیامبرزاده، همه حسین و جمیل و زیبا، همه قوی و تنومند و نیرومند، با یک پیکر بسیار زیبا و با یک تشکیل و اندام مقبول، همه که یک جا برین منشبه که نظر نشوید به خاطر نظر و چشم زخم. یک توجیه اینه. دیگر توجیه اینه که مبادا عزیز مصر و قوای از و عساکر و دیگر و دیگرش متوجه شما شوه، حسد نبره، حسادت نکنه که برای چی رقم عجیب خاندان یا سکو اینی رقم، حسادت نکنه، یا ای که بر علیه شما مشکوک نشوه، شما که این رقم با ای پیکر و قواره و اندام ده برادر یک جا داخل شوین، یک شهر به او رو دور میدین، چون همه برادر یک صمیمیت و یک حرف و یک کلمه است. اقوال مختلف در این رابطه دمی دو سه مورد ذکر شده. به هر تقدیر یعقوب علیه السلام به اینها سفارش کرد که شما از دروازه های مختلف داخل شوید و از دروازه واحد داخل نشوید. و ما اغنى عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله. اما این یک خیرخواهی و یک سفارش و نصیحت است، اما اگر از جانب خداوند جل جلاله خدام اراده و مشیت وجود داشته باشد، هیچ گونه بازی سفارشی من یا تدبیری من فایده ای نمی کنم. علیه توکلتو، بر او توکل کردم من، بر خدا توکل کردم. و علیه فلیه توکلیم متوکلیم، و بر او متوکلین توکل میکنن، توکل کنندگان به او توکل. خلاصه این که آمدن و برادرای یوسف علیه السلام همراه با بنیامین، این مرتبه بنیامین را گرفته، پیش عزیز بسر، پیش یوسف علیه السلام. دومین دیدار یوسف علیه السلام با برادران. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا، زمانی که برادران یوسف علیه السلام داخل مصر شدند، من حيث امرهم ابوهم، از اون جاهایی که پدرشان دستور داده بود، دروازه های مختلف. یک قول دیگه نقل شده این رقم که به خاطر تحسس و تفحص و جستجوی یوسف علیه السلام، یعنی یوسف علیه السلام میشه در دروازه ها بپالن، یک قولی هم نقل شده به او خاطر از دروازه های مختلف برمید. ما کان یغنی، نبود که دفع همه کرد از ایشان منشن هیچ چیزی را، الا حاجتن، مگر او یک نیازمندی بود در نفس یعقوب علیه السلام، قضاها که او را گفت و او را سفارش کرد. و انه لذو علم، البته یعقوب علیه السلام صاحب علم بود چون پیامبر بود، لما علمناه، آنچه که ما به او تعلیم دادیم، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولکن بسیاری مردم در رابطه با او نمی دانستن، خصوصا نزدیکان و اقاربش که بار بار او را به سوء مزاج و بدفکری و نعوذ بالله سوء عقل و امثالهم تهمت زدند و متهمش کردند. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه، زمانی که رفتن و داخل شدن و پیش یوسف علیه السلام، آوى إليه اخاه، حضرت یوسف علیه السلام برادر خود بنیامین پهلوی خود جای داد. آوا الی اخا، پهلوی خود جای داد. وقتی اونها دو نفر نشستن، این هم بیچاره تنها ماند. بعد گفت تو چرا تنها؟ گفت من دیگر برادر تنی ندارم. گفت بیا خیر، تو پهلوی من بیا، پهلوی صدر اعظم مصر یا عزیز مصر قرار گرفت. بعد برای جفت که اینی انا اخوک، ما برادرت هستم یوسف، اما خیلی خود نگه دار، این حرف بین ما و تو باشه، کاری که برادرها کردن در حق من و تو، هر کاری که کردن گذشت و رفت، ما برادرت هستم،
از این بعد در رابطه برفتنت و عدم رفتنت به کنعان تصامیمی گرفته میشه تو دیگه غمگین نباشی و دیگه هیچ تشویش نه. ما کارهایی میکنیم و تدبیری میکنیم و میسنیم چی کار باید بکنیم. البته این مسائل در جدا از حضور برادران، در خلوت از حضور دیگر برادران عزیز مصر و بنیامین را گفت. فلا تبتئس بما کانوا یفعلون بما کانوا یعملون. ناامید نباش، مایوس نباش و آن چیزی که نها کردن و یا میکنن تو غمگین نباش. برنامه بعدی هدف یوسف علیه السلام نگاه کردنی برادرش پیش خودش است. در اینجا یوسف علیه السلام چی میکنه؟ به فکر فرو میره که چطور باید بنیامین نگاه بکنه. در قانونی کنعانیا یا دین یعقوب علیه السلام که اونجا بود، کسی را که دزدی میکرد صاحب مال دزده و بردگی میگرفت برای چند سال. امیر فکر به فکرش آمد که باید بنیامینه و یک طور متهم کرد که اتهام دزدی به او زد و بعد پیش خود نگاهش کنی. اینی رقم به این اساس گرفت یک جام زرین و طلایی را در بار بنیامین اما کارگزارایش دستور داد جا به جا کردن. بعد بارهایشان که یا تجهیز کردن و حرکت کردن رفتن، از دروازه شهرم که بیرون شدن از پشت سر آمدن گفتن که بیستین که شما یک چیزی از صدر اعظم گم شده. گفتن چه گم شده؟ از دور میتوز چه گم شده؟ بعد آمدن و تلاشی کردن و بالاخره که از بار بنیامین جام پیدا میکنه. جام که پیدا میکنه گفت اینال چی کنی؟ گفت چی میکنی؟ گفت چیشو شما ببین، عزیزی مصر به شما حرمت گذاری داره، امی سرباز یا امی کسی که در راه قاصد استی برشان میگه به حرمت شما هر چی که در دین و مذهبتان است به امو رخم. گفت دین و مذهب ما اینه میشه. وقتی که امیز گفت ما اینه نگاه میکنیم خلاص. خداوند جل جلاله این صحنه را اینطور بیان میکند: ولما جهزهم بجهازهم، زمانی که تجهیز کرد باری اونها را، جعل السقایه فی رحل اخیه، قرار داد جام را در بار برادرش، ثم اذن مؤذن، وقتی حرکت کردن و رفتن بعد از او صدا کرد صدا کننده، اذن مؤذن ندا کرد ندا کننده، ایتها العیر ای کاروانی ها، اینکم نسارقون، شما دزد هستین، استاد شوین، چیزی دزدی شده. قالوا و ما قال و اقبلوا علیهم ماذا تفقدون، اما تو برگشتن گفتن که چی گم شده، چی را گم کردین؟ قالوا نفقد صواع الملک، گفتنی کسایی که رفتن ما جام زرینی عزیزی مصر را گم کردیم. ولی من جا به حمل بعیر، اگر کسی او را خودش به دست خود بیاره یک بار اشتر برش جایزه میدیم، یک بار اشتر برش جایزه میدیم. و انا به زعیم، و من خودم کفالتی ایره میکنم، اما کسی که به اصطلاح به این کار رفته و به انجام این وظیفه ایطور برشان میگه. قالوا تالله ما علمتم لقد علمتم، گفتن قسم به خداست و شما خوب میدونید، ما جناری نفسده فی الارض، چون دزدی فساد در روی زمین است، واقعا فساد در روی زمین، دزدی که فساد در روی زمین باشه، ما جنال نفسی در فیل ارد، ما برای علیم نامدیم که در روی زمین فساد بکنیم. و ما کنا سارقین، ما خود دزد نیستیم، ما پیامبرزاده فرزندان یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم، یک خاندان بزرگ نبوت هستیم، اصلا دزدی در قاموس ما نیست، در فرهنگ و کلچر ما نیست. بعدی کارگزار چه میگه؟ قالو ما جزاء من وجد فی رحله فما جزاؤه ان کنتم کاذبین. قالو فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، بدن خیلی خوب ما تلاشی میکنیم، اگر در چیز شما پیدا شد یکی از شما، جزایش چیست اگر شما دروغ گفتین؟ قالو جزاؤه
من وجد فی رحله رحله فهو جزا. جزایش اینه نیست کسی که پیمانه یا امی جام زرین عزیز مصر در بارش پیدا شوه، اما خودی آدم جزایش است و این معنا که به بردگی گرفته میشه. کذالک نزد ظالمین، ما سارقین اینمی تو جزا میده. فبدع بی اوعیتهم، بارجامه های ازیر تلاشی شروع کردن، قبل وعاء اخیه، پیش از بارجامه برادرش بنیامین، پیش از بنیامین دیگرها را پالیدن شروع کرد، یک دو سه چهار پنج که پالیده رفتن که چیزی پیدا نشد. سرانجام ثم استخرج من وعاء اخیه، در اخیر پالیدن بارجامه بنیامین، از بارجامه بنیامین ایرا بیرون کردن. کذالک خداوند جل جلاله چی میگه؟ کذالک همچن کدنا لیوسف، ما تدبیر بر یوسف، ما تعلیم دادیم. یعنی ایرا الله جل جلاله این کار یوسف علیه السلام تأیید و تصدیق و حتی تمجید میکنه. به این قسم ما برای یوسف علیه السلام ما تدبیر تعلیم داریم. چرا؟ ما کان علی یخوز اخاه فی دین الملک، چون در دین پادشاه مصر و در قانونی از او این رقم یک وسیله ای که برادرش گیری خود بیاره کدام قانونی نبود، در قانونی کنعانی ها بود، به او اساس برادرش گیر آورد و گرفت.